تیمور، خدا پشت پناهه. والله قرض از مزاحمت آقا. من یه رفیقی دارم تو شمال، کارخونه داره. میخواستم اگه شما اجازه بدین بچه رو ببرم پیش اونا. یه نگهبانی دارن، چند سالی از ازدواج کرده، بچه دار نمیشه. ببرم اونا به فرزند خوندگی بگیرم، بزرگش کنم. دقیقا بهشون مطمئنی؟ بله آقا، چند ساله میشناسمشون. خب بالاخره این بچه هم باید سرسامان رو بگیره. فردا آمدیم، منم رفتم و این بچه مون تنها. ما خواهیم چه کار کنیم؟ منم واسه همین اومدم بهتون بگم. اگه اجازه بدید من با خودش هم یه صحبتی کنم، راضی باشه ببرمش اونجا. بله اگر صلاح میدونی، من حرفی ندارم. باشه. دلتنگی یه پدرم میتونی تعمیرش کنی یا نه؟ آقا جون خسته نباشی. چطوری بسرم؟ خوش اومدی. کی آزاد شدی؟ یه نیم ساعتی میشه. خدا رو شکر. خونه رفتی؟ نه هنو، خیلی کار دارم. خب پس بذار من مغازه رو میبندم با هم میریم دیگه. یه زنگ بزن به خواهرت زهرا، بگو میریم در مطب دنبالش. از اون ور باید بریم محضر خونه، اون کار ناتمومونو تموم کنیم، بعد میریم خونه، دیر نمیشه. آقا جوان چه عجله‌ای بابا. رو حرف من حرف نزن، برو کارتو انجام بده، هم وقت زیاد ندارم، خیلی کار دارم. چش آقا جوان، چش قربونت. چش قربونت. شدی؟ بیا پس صبحونه آوردم بخوریم. چه صبحونه ای برات آوردم؟ چای شیرین و نیمرو و نون بربری تازه و ماما جانم. من صبحانه نمیخوام، من مامانو میخوام. بریم بیشم مامان خونه، صبحونه تو بخور بریم بیشم مامان. یه لقمه، فقط یه لقمه. ببین خواهش میکنم آزاد. ماما آخه گشنه، میخوای بری پیش مامانه؟ میخوام برم پیش ماما. آخه نمیشه که بدون صبونه که. من میخوام برم پیش ماما. خیلی خوب، صبونه تو بخور بری پیش مامان. منم بابات هم. الان بر چی گریه میکنی؟ میخوام برم پیش ماما. قرار کردی ماما؟ بابا دوست نداری؟ نه ها. ولی من با تو هم خیلی خوشحالم. صبحونتو میخوری؟ نه. لچ کردی؟ فقط یه خورده سریع تر کرامت جان، تو اتفاق بدی نیفتاده. باشه عجل نکن تیمور جان، عجل کار شیطونه. یه دقیقه صبر کن. بفرما اینجا رو امضا کن. و اینجا اینجا خب اینجا رو انگوش بزن. اینجا اینجا مبارک تو باشه. سلامت باشه. دستتون درد نکنه آقا جون. آقا جون بفرم. من نمیام، چند جا کار دارم خودم انجام میدم. میام به سلامه. مواظب خودتون باشین آقا جون. با اجازه. خدافظ. خدافظ. میدونم قرآن خیلی خوبه، اگه بخونی و بهش عمل کنی راهتو پیدا میکنی. خیلی تو زندگی تأثیر داره، تا
بله آقا تیمور درسته. آفرین. یه سوال دیگه ازت بپرسم. اگه خانواده ای پیدا بشه حاضری برو باشون زندگی کنی؟ اگه شما حاج آقا بگین بله میرم، اما دلم براتون تنگ میشه. خانواده خوبی هن. برو زندگیت رو به راه میشه. یه سقفی بالا سرت هستش حداقل. من و حاج آقا میام بهت سر میزنیم. برو الان به کارت برس. بله بله بله، اگه خبر شد به منم اطلاع بدین. ممنون. دیدی داداشه چه خاکی تو سرمون کرد؟ به خدا شرمنده ام، من از هیچ کدوم از کاراش خبر نداشتم. من به عادل حاج اکبرم گفتم. از صبح تا حالا هر جایی که فکر میکردی ممکنه اونجا باشه و به ذهنمون رسیده گشتیم، هیچ اثری ازش نیست، انگار آب شده رفته تو زمین. نمیشه که همینطوری دست رو دست بذاریم. حسن از کجا معلوم فرزاد هلما رو دزدیده؟ حالا اون یه تهدیدی کرد. شاید بچه‌م واقعا گم شده. بابا من باید برم به پلیس حتما بگم. نداره بابا، بیا برو حاضر شما، خودم میرسونم. این داداشت با زندگی اون چیکار کرده؟ باشه باشه برو. چی شد که آخر زندگیمون شد این؟ از ما میپرسی؟ چرا هیچ کدوممون حواسمون به این بچه نبود که داره با خودش چی کار میکنه؟ از خودت بپرس. هی علکی لیلی به لالشون گذاشتی، هرچی میخواستن در اختیارشون گذاشتی. اینم افتاد گردن من؟ کامرو؟ اینجا من مقصرم؟ ما اگه صبح تا شب خونه نبودم خانم؟ بله. شما اصلا خانواده برات مهم نیست، فقط کارت. بله، شما که خونه بودی باید متوجه بشدی دختر زیر گوشت معتاد شد. عزیز من ننم معتاد بوده یا بابام؟ کدوم یکی از کس و کارم معتاد بودن که بدونم علائمش چیه بتونم باهاش مقابله کنم؟ تو فکر میکنی برای من راحته ببینم دختر عین دست گلم جلوم پرپر شد؟ اصلا به فکر آبروی من بودی؟ باید شیش دنگ حواست جمع میکردی، مراقب دخترت میبودی، ببینی کجا میره با کی میاد. آبرو، اعتبار، حالم داره از این کلمه دیگه به هم میخوره. ای کاش 1000 اون چیزی که برای کارت ارزش قائلی برای زن و بچه‌ت احترام میذاشتی. ای کاش درک میکردی با یک مادر داغدار چجوری رفتار کنی. آبرو، اعتبار. مثل که منم داغدارم ها. ولی دیوید واقعا شیفته این کاره. من اونو بابا دیوونه خودم صدام. تو دیگه چی میخوای؟ بله چی از جونم میخوای؟ ماشین میخوای؟ برو بردار بابا. دیوونم کردی. بناهای مختلفی هم هست که باید نگهداری بشه. بابا من بازی نمیخوام. چرا؟ من مامانمو میخوام. بابا ببین سرسره رو ببین. چرا منو ببر؟ حالا یه ذره بازی کن حالت خوب بشه، سر کیف بیا، بعدا هر جا خواستی میریم. خوبه؟ مامانمو میخوام. بابا تو رو خدا، تو رو خدا یواشتر. نخست بابا کن دیگه، تاپ سوار شدی باز داری غر میزنی؟ دیشب خبر ندادید؟ ما فکر کردیم شاید با فک و فامیلی کسی رفته، تا اومدیم بفهمیم نیست دیر شد. به بیمارستان و پزشک قانونی سر زدید؟
عادل یا فاطمه زهرا، بچه هم به خودت میسپارم. والا نه، حقیقت شو بخواییم مستقیم اومدیم خدمت شما، اینم عکسشه. شما چقدر خیالت راحت آقا، بچه هست یه شهر درندشت، هزار تا بلا ممکنه سرش اومده باشه، حتما بیمارستان و پزشکانونی سر بزنید. چشم چشم. این عکس مال چند وقت پیشه؟ تازه است، شاید برای همین یکی دو ماه پیش، برای پرونده مهدی کودکش انداخت. من به تمام واحد اعلام میکنم، انشالله که پیدا میشه. دست شما درد نکن. خدا از برادر کمتون نکن. با اجازتون. روشن کن بریم. کجا؟ بیمارستان دیگه. بابا حالا یارو یه چیزی گفت برای خودش، ما که میدونیم کار فرزاده، بعد برای چی بریم بیمارستان رو بگردیم دور از جونش؟ چی داری میگی تو اصلا واسه خودت؟ اگه یه درصد کار فرزاده نباشه چی ها؟ بچه‌م الان بی پدر و مادر تو یکی از این بیمارستانای شهر افتاده باشه، تو چطور میخوای خودتو ببخشی؟ لا 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 لا. باشه بریم. خوشبختانه چیز خاصی نشون نمیده، ولی با توجه به اینکه بیهوش شده امشب حتما باید اینجا باشه، که اگه یه موقع هوشیار شد خدایی نکرده تشنج یا حالت تهوع بهش دست نده. حالا حالش خوبه دیگه؟ نگران نباشید، خوب میشه. ازت ممنون. خواهش میکنم. سلام خانم، خسته نباشه. سلام. یه دختر بچه‌ای به نام هلما سرمد، اینجا نیوردنش؟ یه لحظه صبر کن چک کنم. بفرمایید خانم، اینم از بچه‌تون. بچه به خدا همینجا بود الان. یعنی چی؟ عادل بچه هم برده، برو دنبالش. بودو دیگه بودو. دکتر خانم حالتون خوبه شما؟ خانم حالت خوبه؟ دکتر آروم باشید خانم، تو رو خدا. دکتر مطمئنید پدرش بود؟ تو پرونده که اسم پدر رو فرزاد سرمد نوشته بودن. اسم همسرتون همینه دیگه؟ بله. اگه همسرتون نبود که اسم پدر رو درست نمی نوشت. دکتر حال بچه‌م خوب بود؟ سر شکسته بود. بنده هم به همسرتون هست که نمشه و بعد اینجا بمونه تا اصابات وضعیتش مطمئن بشه. خدا لعنتت کنه فرزاد. آخه بچه مریضم رو داری کجا ببری؟ دکتر من از شما خواهش میکنم اگه خبری ازش شد بهم اطلاع بدید. چشم، حتما. کل بیمارستان گشتم، اصلا انگار آب شده رفته تو زمین. کجا رفتی آخه تو؟
به این بابا چی دارم بهت میگم؟ فردا پول تو حسابمه. آره بلیتم گرفتم. کسرایی هم حله. حواست جمع باشه، من وقت زیاد ندارم. باشه خداحافظ. سلام خداداش. سلام. بشین. شما اینجا چی کار میکنید؟ ببخشید نمیدونستم برای اومدن مغازه خودمان باید از شما اجازه بگیرم. اختیار داریم، ولی گفتیم که میری استراحت کنی. آره ولی تو خونه میمونم حالم بدتر میشه. گفتم ای سری بیام اینجا. بله. سلام آقا، ما اومدیم در خونه ثریا. چی؟ تیمور خانم اینجاست. شوخی میکنی؟ چی کار کنیم؟ سلام ثریا خانم. سلام، خوب هستین؟ دختر گلتون خوبه؟ دست بوسن، زنده باشین. بفرمایید. دستتون درد نکنه. چی هست؟ ناقابله، باز میکنه خودتون متوجه میشه. شرمنده تو رو خدا. خدا از برادری کمتون نکنه. هر کاری داشتید به خودم بگید. حتما. با اجازه. باش آقا، چشم. خداحافظ. خوش خبر باشی. تیمور هنوز آزاد نشده، رفته در خونه ثریا. میدونستم این دوتا با هم دیگه سر سری داره. فعلا. کجا؟ تیمور کارش. مامان بابا اومده. سلام. سلام بابا. چطوری؟ سلام بابا چطوری؟ چطوری بروجکا؟ مرسی ما خوبیم. اذیت که نکردین؟ نه مامانتون کو؟ تو اتاقشه. تا اینو برید بچینید، یه چایی هم بریزید، من با مادرتون میام. تو چطوری علی آقا؟ خوبم بابا، نبودی من مرد خونه بودم. بله دیگه، تو مرد خونه ای. آسیه خانم. خانم خانم ها، تو میدونستی خونه ای که تیمورش بیاد و آسیه خانم نیاد بعد رقش و پیشوازش هیچ صفایی نداره؟ شما میدونستی خونه ای که آقا تیمورش صبح از بازداشتگاه در بیاد عصر بیاد خونه هیچ صفایی نداره؟ درست میگه، میدونم. یه خورده کار نصف نیمه داشتم، رفتم انجام دادم اومدم. الانم تموم شده، تا آخر عمر در بس مخلصتم. هر چی بگی میگم چشم. از این حرفا زیاد زدی تیمور. پیش خودت فکر نکردی این آسیه بدبخت یه عمر با بالا پایین زندگی من داره میسازه و همراهه؟ پیش خودت فکر نکردی این مدت چقدر دلشوره گرفت؟ فکرش هزار را رفت. پاشم اول برم خونه خودم رو نشونش بدم، خیال این بدبخت راحت بشه، بعد برم به کارهای دیگه‌ام برسم. ها؟ میدونم حق با توه، ولی همیشه آخرین پشت و پناه هر مرد خونه و خانواده‌شن، مخصوصا که خانم اون خونه آسیه خانم باشه. پس من از خونم نرون. من کی هم چی کاری کردم؟ من فقط میگم حواستو جمع کن تیمور. به خدا من دیگه سنی ازم رفته، دیگه جون این همه تنه شدن میرم. بعدش هم ایشالا عمر طولانی باشه. خونه که نیستی ها، خونه اصلا صفا نداره، اصلا چفت و بسته هیچ کاری به هم دیگه جور نمیشه، ستون خونه ای. قربون دل مهربونت، اگه من ستون خونم تو سقف خونه ای. میدونستی که سقف و ستون مکمل همن، هیچ خونه ای بدون سقف و ستون خونه نمیشه. زبونه نداشتی چی کار میکردی؟
جوونیات اینجوری نبود یا تیمور؟ تازه یا اینجوری زبونت بلند شده؟ نمیدونم چه کام کردم. یه دخترم بفرما آقا تیمور. دست شما درد نکنه. دست دخترم درد نکنه. دست دخترم درد نکنه. بشین مامان جان. دست درد نکنه بابای. بچه هاییتون کو؟ اومدم. به به این چای خوردن داره آقا تیمور. پسرم ریخته. قربونت برم الهی مادر. بفرمو چای تازه دم برای شما. دست درد نکنه. معلومه شما ریختی؟ بله. خوش رنگ. بفرمو. به به ایشالله عروسی تو من ببینم مادر. بفرمو. شیرینی رو کدومتون چیدید؟ من. دروغ میگه. من چیدم؟ من چیدم. من چیدم. من چیدم. من چیدم. کاری نکردم. باشه. باشه باشه. معلومه مادرتون چیده. بابا راستی دیشب که رفتیم هیئت ما رو بیرون کردن. نه نه اصلا اینجوری که این بچه ها میگن نیست. اینا بچه‌ن. به حرف من گوش کن. اینا همینجوری یه چیزی پیش خودشون فکر کردن. اینطوری نبود اصلا. ولی خانم میگن حرف راست رو باید از بچه شنید. حتما یه چیزی بوده که دارن میگن. علی بابا تو بگو. راستش اون شب که رفتیم هیئت ما داشتیم چای پخش میکردیم. بعد هیچ که چای بر نداشت. بعد اونجا ما رو بیرون کردن. گفتن آقا تیمور گوش بدیم به من. اصلا اینجوری نبود قضیه. یعنی واقعیتش یهو پیش اومد ولی این شکلی که بچه‌ها فکر میکنن و گفتن بهتون نیست. باش میام. آقا تیمور ای داده بیداد مگه من به شما نسپرده بودم ها؟ میدونم یکی دو روز این محل رنگ آرامش به خودش گرفته. صلح و صفا به همه جا برگشته. اما چه کنیم که این آرامش همیشه کوتاهه. کسی که تا دیروز معروف بود به شرارت و خط و خطا هنوز عرق زندونش خوش نشده دست گذاشته رو ناموس مردم. اهل محل من حق و فامیلیمو گذاشتم کنار. این آدم غیر قابل کنترله. الواقیش با خودتون. من بعد از این هر اتفاقی بیفته به من ربطی نداره. حالا شما خود دانید و اون آدم. سلام علیکم. سلام علیکم آجا. راست میگه آقای شریفی. عزیز جان 30 سال تو این محل یه نفر باعث مخل آسایش مردمه. اگه همه اهالی محل با هم متحد بشن کاری از پیش نمیبرن. یعنی این جماعت نمیتونه حریف یه نفر بشن؟ از همه مهمتر اینه که اصلا یه دونشون نباید پاشونو تو این هیئت بذارم. بابا اینجا 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 چی شد بابا یا تموم شد بابا بهتری جان بابایی بابا مامانم کجاست؟ خیلی خب یکم حالت بهتر بشه نمیشه مامان. خب یکم استراحت کن بابا. قربونت برم یکم استراحت کن. سرت درد میکنه؟ یکم بخوابی سرت خوب بشه. بابا تو رو دکتر نمیتونم ببرمت. ای خدا از قدیم گفتن زن دوم سوگلیه دیگه. میگن تا از زندان در اومده مستقیم رفته خونه سریا جون. باز اینجا چه خبره؟ یه دقیقه رفتم بیرون ها. تیمور تیمور خان جانم جان شما بیبلا یه سوال ازت میپرسم جوابش هم یک کلم است. آره یا نه؟ قبل اینکه بیای خونه رفته بودی خونه سریا؟ آره. آره؟ عجب روی داری. مبارکا باشه. حنای دوماده ببندی. بی حیا پر رو. Thank you.
حاج کریم چته؟ سلام حاج نصرت. حاج نصرت خواب عجیبی دیدم. تو هم خواب دیدی؟ خواب دیدم توی صحرای کربلا، خسته و گرسنه و تشنه و سرگردونم. یکی به هم گفت آب میخوای؟ گفتم آره. گفت برو جلوی خیمه ابو عبدالله از نگهبان اونجا بگیر. رفتم جلوی خیمه، حاج نصرت، دیدم تیمور اونجا وایساده. بهم گفت آب میخوای؟ گفتم آره. اما نه از تو، از نگهبان خیمه. گفت درست اومدی. حاج کریم، حاج کریم، تیمور خادم خود حضرت بوده. سلام آجا. سلام آجا. بفرمایید آخه. بابا خونه است؟ بابام؟ بله بله. اگه بشه دقیقه بشه و دم در که ما باش کار داریم. آجا خود داخل هیئتشه. هیئت؟ بله بله. خب میشه ما بریم تو هیئتش؟ بفرمایید. چکه نه؟ بفرمایید. یا الله، یا الله، یا الله. آتی مور بابا مهمون اومده. یا الله بابا، بابا، یا الله. بفهمید آجا با آقا جون مهمون داری. آجا با مثل این که یا الله نماز میخونه شرمنده. شاید خوب بهتر که سب کنیم تا نماز رو تموم. هر جون مدیرید. تیمون، آه تیمور، تیمور، تیمور جان، تیمور، یا امام حسین. بله، سلام مادر. نه داشتم می اومدم مادر. چرا؟ مگه چی شده؟